سلام، اینجا خودکست، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته، جریان داره. کنارت هم نیستم، خونه خودمونم. سلام. من نداره عدسم میگیره، اصلا کلن تمام ذهنیتم ریخته و هم نمیدونم چی میخوام بگم. فراد و فرزادم هستن. سلام. و همچنان با مهمون خیلی خوبمون خانم شیما هم داریم ادامه میدیم. سلام. اسما رو چیز نکردی؟ حالا الان انجام میدم. خانم، در واقع اپیزود قبلی که اپیزود 220 بود، در مورد زندگی خانم شیما صحبت کردیم و در مورد حالا چه جوری در واقع به نروژ رسیدن، در مورد اینکه چه جوری با چه سختی ها و مشقت هایی دوران لیسانس و فوق لیسانسشون رو انجام دادن و اینکه حالا رسیدیم به نروژ، درسته؟ و میخوایم در مورد نروژ و زندگی در نروژ و پیپری که جدیدن در واقع انجام دادن صحبت بکنیم، درسته کارون؟ خب. بله. راجع ملخ هم اگه شدیم وسط صحبت میکنیم. نه دیگه، پشه شده بود، بلد نبودم. پشه بود. پشه های خونخواری داشتیم توی محله های علی آباد. خب، رسیدیم که به نروژ رسیدیم که من اینجا پی اچ دی. البته موضوع هم که اینطوری شد. نه، یه از اپلای هم بگید. آره، همون الان خواستم بگم که اپلای که موقعی که داشتم تیز میکردم، من همه مدارکمو مدارکم اپلای آنلاین که تیز بود همه واسه کانادا و آمریکا بود، بیشتر کانادا یعنی. بعد تا اینکه یکی از دوستای من که خودش اینجا بود دنبال کار میگشت، واسه خودش دنبال کار میگشت و بعد گفت که یه روز دیدم یه لینک واسه من فرستاد، یه پوزیشن پی اچ دی بود، گفت که من دنبال کار واسه خودم میگشتم، ولی یادم تو قبلا گفتی سیمون و بتون و اینا خوندی، ببین لینک پوزیشن فکر کنم به تو بخوره، به یه نگاه بهش بنداز و اینا. بعد منم یه نگاه انداختم، دقیقا هم همین بود، کار با بتون و سیمون و اینا مقاومتاش. بعد نگاه انداختم، اون موقع خیلی میگم اوضاع ایرانم خوب نبود اصلا، یعنی دیگه تقریبا ناامید شده بودم، چون فرآیند اپلای کردن خیلی فرسایشی، اگه یه خورده که دیگه میبینی جواب نمیده آدم اصلا افسردگی میگیره، بیخیالش میشه. بعد دیگه یکی دیگه از دوستان بنده خدا گفت که بابا بذار من کمکت میکنم اپلای کن و فلان و اینا، دیگه یعنی همه دست به دست هم دادن و اون از اون ور لینک فرستاد و این از این ور مدارک، مثلا مدارکایی که البته مدارکم آماده بود، یعنی جای من آپلود میکرد و اینا. خلاصه جوری شد که ما سر 6 ماه، یادتون باشه خاطره اینترویو من براتون بعدم بگم، اینترویو بنویسم اینا رو داشت. آره، این خیلی نکته چیز خاطرات من زیاد نمیدونم چرا. و هیچی دیگه شد که از فاصله اپلای من تا بودنم اینجا 6 ماه بیشتر طول نکشید، یعنی من از اولین ایمیلی که زدم تا ویزام اومده همه چی کلا پروسه سر 6 ماه انجام شده، من اومدم اینجا. بله، اومدم نروژ که خب اولش هم چون این فصل سال اومده بودم، تو می اومده بودم، خب همه جا خیلی قشنگ سبز، اصلا طبیعت نروژ هم خب یه چیز اصلا آدم باورش نمیشه، هی نگاه میکنیم که نمیتونه اینا واقعی باشه. بعد یعنی واقعا انقضیه، مثلا اولا مغز من کار نمیکرد، واقعا نیاز پردازش نمیکرد اینا رو. بعد هیچی دیگه، اومدم اینجا و دیگه شروع کردم پی اچ دی رو. از اونجا سوپروایزر من اصلا این فیلد رو کار نکرده بود، همینطوری یه پروپوزال نوشته بود و این پروپوزالش برنده شده بود و یه فاند خیلی بزرگی هم گرفته بود که 4 تا دانشجوی پی اچ دی گرفته بود به خاطرش، و هیچی از بتون و اینا نمیدونست، فقط گفت که اگه چیز بود اشکال نداره، اگه خواستی ورکشاپی بری، کورسی بری، هرچی بری مشکلی نداره، ما هزینهشو میدیم از این لحاظا. ولی واقعا یعنی هرچی بود خودم بود اون موقع واسه دکترام، که هرچی مقاله بخونم و سایت های مختلف رو بخونم و که اصلا ببینم، و من اونجا فیلدم تغییر کرد از بتون به جوپولیمر. جوپولیمر یه سری از ترکیبات، اگه بخوام ساده توضیح بدم، این بتونن ولی توش سیمان به کار نرفته، یه سری چیزای مثلا ضایعات یه سری از صنایع دیگه مثل کوره آهن، اون سرباره آهن هست که وقتی آهن رو مذاب میکنه یه کفی روشه و اینا، یا خیلی خیلی چیزا ضایعاته که اونا خاصیت سیمانی داره و در واقع جز ضایعات کارخونه ها محسوب میشه که اصلا اونا رو باید بریزن دور. و خب
به جای اینکه بریزن دور و مثلا اثرات زیست محیطیش و تخریب اینا که داره به ما اگه بدن ما باش بتون میسازیم با اونا. و خب از اون طرف هم چون که صنعت سیمان به شدت تولید کننده دیوکسید کربن، خیلی انرژی بره و اینا و اصلا برای محیط زیست آره خیلی به شدت، یعنی به خاطر اون کوره حرارتی که داره و گرد و غباری که تولید میکنه، یعنی یه درصد بالایی از آلودگی های جهان اصلا به خاطر کارخونه های سیمانه. بعد به خاطر همینش میگن که مثلا خب هم از این طرف ضایعات زیست محیطی و اینطوری هاست که استفاده میشه به یه طریقی، هم از اون طرف هم سیمانه که مصرف نمیشه و روی محیط زیست اثر نمیذاره. و اونجا دیگه فیلد من شد جوپولیمر که یعنی الان یه سید حدود 40 ساله از اختراعش گذشته، به خاطر همین زیاد استفادهش نمی کنن چون که خصوصیات بلند مدتش هنوز چیز نشده، هنوز 40 سال بیشتر از اختراعش نگذشته. مثل بتون معمولی که میتونم 100 سال تا الان نشده که عمرش بگذره بدونن یه پلی رو بسازن، تا 100 سال دیگه دووم میاره اینطوری. به خاطر همین زیاد هنوز چیز نیست، استفاده نمیشه، ولی خب بیشتر در حد تحقیقاتی و اینطوری هست. خلاص من دیگه فیلم اصلا شد جوپولیمر و با تجربه اصلا ازش نداشتم هیچی، صفر، که یعنی جوری بود که خودم مقاله ها رو میخوندم. بعد این بتونه خیلی هم گیرشش سریعه جوپولیمر، یعنی میشد که مثلا یه موقع فرمول جا به جا میشد، هنوز توی چیز بود، میکسر بود، میگرفتیم بتون و من مجبور بودم با چکش برم توی مثلا چیز، چون که از اون طرف هم نمیشد میکسر رو خراب کرد، مثلا میگه خراب شد مثلا به دانشگاه بگیم که دیگه شهروند و اینا، باید با چکش میفتدم توی میکسر میزدم که مثلا اینا چیز بشه، کنده بشه از کنار، میکروندی نتوش به قول معروف، اصلا آره اینطوری میزدم که چیز بشه دیگه، کنده بشه بیاد بیرون میکسر داغون نشه. یعنی چیز افتضاحی بود، خیلی اذیت شدن، خیلی اذیت شدن. یعنی مخصوصا اون دوستام که منو توی اینستاگرام اون موقع داشتن میومد، بعد این ناخونام به خاطر اینکه خیلی زیاد تو آزمایشگاه بودم و کار کردم همه خورده شده بود، با اینکه دستکش دستم بود ولی کارش سنگین بود، به خاطر همین چیز شده بود، خورده شده بود، اصلا خیلی افتضاح بود. میومدم بعد زمستون شده بود اینجا، اصلا چیز داغونی، مثلا اون تنهایی تازه، مهاجرتم تازه شکل گرفته بود و خدای من اینجا چیکار میکنم. مثلا هر شب میومدم گفتم وای من جمع کنم چمیدونم و برگردم اینجا چیکار میکنم، من واقعا حالا اومدم اینجا چی بشه تو این. بعد دمام شده -20. حالا اینجا ما چون جنوب نروژیم به منطقه خوش آب و هوا سیزه مثل کیش ایرانه، مثلا اینطوری اگه بخوام -20 نه اون موقع اینطوری شد دیگه، نشد اصلا بعد از اون، من نمیدونم اقبال من بودم سال اولی که من اومدم این شکلی شد. اگر اصلا همه همون اول میگفتن وای تو خیلی خوش شانسی که افتادی هم این شهر که آفتابیه و گرم و خیلی شهر خوبیه، یعنی اون بالاها نیافتادی. خلاصه هیچ، ولی خیلی سال اولش به نظرم یه خورده ای تازه، من مثلا چون که فان داشتم مثلا چیز مشکل مثلا مالی و اینطوری هم نداشتم، هرچند از موقعی که از ایران اومدم با وام از بانک گرفتم که پول بلیط هواپیما رو بخرم تا بیام اینجا پول بگیرم باز دوباره بفرستم ایران اینطوری، ولی چیز نبود. میگم مشکل حتی دانشجویی هم نبود، چون اینجا کار محسوب میشه دکترا و حقوق خوبی میگیری و حتی مالیات میدی و اینا، به خاطر همین زیاد زندگی سخت دانشجویی نداری، قشنگ مثل آدمای معمولی هستی. ولی خیلی سخت بود سال اولش، خیلی سخت بود واسه من چون هواش هم خیلی بد بود، بعد دیگه یهو زمستون شد اصلا افتضاح. ولی دیگه بعد از اون دیگه خوب شد و دیگه جا افتادم. من کلا آدم آسونگیریم با شرایط، یعنی سری خودمو تطبیق میدم و بخونم و اینطوری. دیگه من کم کم افتادم تو کار جوپولیمر، حالا نمیدونم استعداد داشتم در این زمینه، فکر کنم استعداد هم همش میگم از اون موقع است که خونه مادر بزرگم همش گل بازی میکردیم، احتمالا از هر ریشه در کودکی من داره که با فقط با گل و خاک و اینا بازی میکردیم توی حیات مادر بزرگم اون موقع، چون روشتون از زمین های خاکی بوده. دقیقا زمین های گلی علی آبادم که من میرفتم انگوش میگردم تو لونه مورچه ها که اون خاکاشو بردارم مثلا باش تیز میز بسازم. ولی دیگه کلن یهو دیگه کارم خوب پیش رفت. بعد یکی دو تا ورکشاپ چیزم شرکت کردم که دیوید اوویتس، خودش این پروفسور دیوید اوویتس مخترع این جوپولیمراست، بعد هر سال توی فرانسه ورکشاپ میذاره،
بعد من خیلی اونجا شرکت، هر سال دانشگاه میگفت اشکال نداره مثلا میفرستادن منو، بعد من اونجا شرکت میکردم، اون خیلی کمک میکرد، مثلا حتی سوالا رو جواب میداد، کمکمون میکرد، مثلا ایده بهمون میداد. بعد تا اینکه زد و یکی از مقاله هام که راجع به میکس دیزاین همین جیوپولیمر بود، اون خیلی چیز شد، مثلا خونده شد، خیلی سایتیشنش بالا بود و آره مثلا کلن دیده شد. تا اینکه من دیگه سال سوم، یعنی دکترام هم 3 ساله بود، موقع دفاع بود، سابمیت که کردم، دقیقا یه حالتی بود که از اون طرف ویزای کارم تموم میشد و من بعد برای اقامت دائم اپلای میکردم و اینا، ولی از اون طرف هم کار نداشتم، یعنی چون قرارداد کاریم 3 ساله بود، یعنی دیدم نداشتم، دانشگاه هم فعلا تمدید نمیکرد قراردادو که مثلا فان بده دوباره به من، به مثلا پول بده. چیز خلاصه خیلی چیز افتضاح و لحظه های دیگه همه تقریبا هر کسی که واسه درس خوندن اومده تجربه کرده این استرس ها رو که موقعی که ویزاتو میخوای عوض کنی داره به آخرش میرسه، قراردادت داره تموم میشه. تا اینکه یه روز سوپروایزرم گفت که بیا یه چیزی میخوام واسه تعریف کنم و اینا، گفت که آره اسا رو میدونی چیه؟ بعد منم که خب نمیدونستم طبق معمول دیگه، مثلا بعد من گفتم که نه اسا چیه اینا، گفت بابا مثلا یورپین اسپیس ایجنسی و فلان و اینا، گفتم آه یه مثلا مثل ناسا، گفت آره مثلا مثل ناسا ولی واسه یه اتحادیه اروپا. به من ایمیل زدن گفتن که اگه میشه ما میخوایم با شما همکاریمون رو شروع کنیم واسه ساخت و ساز روی کره ماه. بعد من از اونجا که همون ترجمه ورد بای ورد منو که دیدین دیگه مثلا چه شکلیه تو ملخ و اینا، بعد هی گفتم خدایا حتما این ماهه یه ماه دیگه است، این میگه مثلا تو انگلیسی معنی دیگه داره، باز طبق معمول من نمیفهمم ماه فروردینه. بعد گفتم ماه دیگه، بعد گفت آره ماه، گفتم بعد آخر همین ماه تو آسمون دیگه چیز دیگه که مثلا، بعد گفت که آره بابا همین ماه تو آسمون، گفتم چه میدونم، من گفتم الان تو انگلیسی به یه چیز دیگه بعد من میگم اون، من طبق معمول نمیدونم مثلا این مثلا چی. آخه خیلی عجیب بود، خیلی مثلا عمر عجیب، یه چی مثلا ساخت و ساز تو ما با مثلا آژانس فضایی و فلان و اینا. آره خلاصه مثل فیلم ها شده من... بود قشنگ دقیقا من مثلا چی واسه خودم کلن که مرحله پرتم و مثلا اصلا خیلی چیز دارم، خب یعنی چی مثلا. بعد هیچی، گفتن آره شما اگه میشه با ما قبول کنین که همکاری کنین و توی این ساخت، ما شما رو از روی این مقاله پیدا کردیم، یعنی همون مقاله من که واسه میکس دیزاین بود و جز بود. بعد دیگه خلاصه اون موقع دانشگاه هم دیگه قلقله شد و وای فلان و همچین، و دیگه خب دانشگاه ما دانشگاه کوچیکیه مثلا، یعنی کلا قشنگ لوکال هو مثلا همه خودن و اینطوری، بعد مثلا پروژه های اینجوری ندارن. بعد دیگه من شده بودم مثلا الان خیلی چهره برجسته، مثلا الان شدم جز جاذبه های دانشگاه، مثلا هر کی میاد بازی دول میاد در آفیس منم میزنن، اینم شیما رو ماه کاروی بابا مثلا هر دفعه میاد در آفیس من، بعد منم میگم بله بله، مثلا بعد بخندم میگم بله بله من رو پروژه ماه کار تور دانشگاه یه بار از جلو اتاق شما رد میشه، یعنی امکان نداره هر بازدید کننده از خارج دانشگاه داشته باشن، از یه جای دیگه اول میان در آفیس، مثلا اینم شیماس رو واسه احساس کار میکنه، ای بابا حالا دیگه ما یه کاری کردیم، شما هر دفعه احساس باقوش بهم دست میدن، مثلا میان در بانک اینو ببینین، اینو ببین مثلا. من دیدم چیه اون یه ویدیو تبلیغاتی مال دانشگاه هم مال قسمت وای وای نگو انجینیرینگ هم مال شماست، وای اون اصلا چیز بود. آره چون من الان پروگرام کوردینیتور مسترم هستم، بعد آقا ما تو جلسه که داشتیم گفتن یه فیلم بسازیم، بعد ما مسخره بازی دیگه، خب باشه، بعد گفتن که شیما تو بازی کن و جز. بعد ما گفتن خب با مثلا احساس کردم مثلا میخوان یکی بیاد پرزنتیشن کنه و مثلا چه میدونم توضیح بده اینا، یکی از اون گوشه با موبایل مثلا فیلمشو بگیره. آقا دیدیم دم و دستگاه آوردن و نمیدونم او یکی با چیز اومد و از نمیدونم چی چیه که نوردیک مثلا گروه فیلم برداری فلان آوردن. آقا ما عرق عرق بودم، من بلد نیستم که من جلو دوربین نیومدم تا بار شما چرام چی کارهایی با ما میکنی اصلا. تو قرارداد که بازی تو فیلم نبود که قرارداد کار من.
آره من کلا الان آچار فرانسه دانشگاه هر جای ربط و بی ربط باشه شما تو بیای اجرا کن. ای بابا الان به خاطر این کرونا احتمالا این مستره آنلاین بشه ترم اول، بعد میخوام ویدیوهای آموزشی بزنن که چه شکلی از سایت دانشگاه استفاده کنن اینا. بعد خب شیم بعد بابا دیگه ویر کنید به خدا اگه من قبول کنم این دفعه به من چه دیگه ویدیوهای آموزشی کرونا رو دیگه مسئولیت شما منه. یعنی من کلا آچار فرانسه دانشگاه از هر کی بی رفت هر جا بی رفت باشه مثلا بگیم به شیما بگیم بیاد انجام بده. خلاصه هیچی دیگه اینا گفتن که دیگه چیزو میگم ولولی شد و بعد ما و خیلی خنده دار بود اون جلسه اولی هم که ما با اینا چیز داشتیم. من اسپانیا بودم، سوپروایزرم نروژ بود، خب اینا هلند بودن. بعد اینا میخواستن هماهنگ کنن که ویدیو داشته باشیم، ویدیو کال داشته باشیم اینا. بعد ما مثلا جلوی اینا خیلی بعد اینترنتمون خراب شده بود، نمیدونم استادم همزمان لپتاپش ریسیت شد این واسه سه چیز دوغونی. بعد ما جلوی اینا می‌خواستیم خیلی نشون بدیم که بگم مثلا حالا هرچی پروژه‌ای هم نیست و ما خیلی مثلا خفن‌تر از این حرفاییم و اینا. بعد از پایین با استرس و هم تکس می‌دادیم که وای چرا تصویر اینا رفت، وای چرا اینا به ما زنگ نمی‌زنن، وای خدای نکنه پشیمون شده باشن اینجوری. بعد جلوی اونا مثلا می‌گفتیم آره این پروژه اصلا مشکلی نداره، ما می‌تونیم انجام بدیم، کار سختی نیست و فلان و اینا. خلاصه یه جوری تست کردیم که اصلا اینا دیگه هفته دوم ماهو میای مثلا اصلا یعنی یه جوری که گفتن خدای شکر که اینا قبول کردن با ما همکاری کنن مثلا در این حد مثلا اینجوری ما چیز کردیم. تو اینکه آقا ما شروع کردیم و شروع چیز کردن و بعد اینا گفتن که خب شرایط آقا اینه که ما براتون یه سری خاک ما البته شبیه سازی شده که من از سری هم که نمیدونستن میگفتن باقیه با اپولو آوردن و اینا برای تفریحاتم تو دانشگاه بود. بعد خاک آره به اونایی که نمیدونستن میگفتم این واقعی بعد گفتم تبرکه ما میتونیم در و قشنگ میومد هر روز یه بار مثلا من دست بزنم به این خاک مثلا اینطوری میگفتم باشه فقط چیز نبرین چون که کمه میدونین خاک ما که دیگه اینا هر دفعه آپولو برده آورده نه ما فقط یه دوری مخفی شما باید میذاشید یعنی اصلا واسه آپولو رفته خاک آورده اینقدر که نمیشه ببیاریم نسه هر دفعه بخوام به یکی بدم دیگه تموم میشه خاک ما. دقیقا تربت بود انگار مثلا هر کی میمه یه دست میزد بهش و هیچ فرقی نمیکرد قشنگ مثل همه که یک حتی معلم رانندگیم گفت میشه یه ذره از اون به من فقط من به کشتی نمیگم میشه یه ذره از اون خاک ماهه به من بدیم میخوام برای بچه هم گردنی درست کنم در این حد مثلا یه چیز آویز درست کنم و اینا با خاک ما. گفتم باشه من بهت میدم ولی به هیچ کی نگی که مثلا من خاکه تو امضا رو بزن پایین امتحان ما دقیقاً من اگه خرج نیافتم تخفیف به من بده تو رانندگی. یه خاطره من اینجا بگم، یه خاطره تقریبا مشابه. من یکی از فامیلای ما رفته بودن مکه، بعد آب زمزم آورده بودن، بعد این آبو خب آورد از مکه آورده بودن و اینا دو تا مثلا گالون بزرگ آورده بودن. بعد اومده بودن خونه ما، خلاصه جا مونده بود اینجا، یادشون رفته بود ببرن شیراز، اومده بودن تهران یادشون رفته بود ببرن شیراز. من اینطوری بود که خب از بابای من خواستن که اینا رو مثلا با هواپیما بفرستن و اینا، بابای منم رفته بود اونجا، باش بابای من می‌خواستن با هواپیما برن شیراز، گفته اینا رو ببرن. بعد بابای من داشته از حراست رد میشد و گفته آقا این چه کاری اصلا این چیه داری میبری و فلان و اینا. بابای منم توی بود که خب آره واقعا کار مثلا عجیبی محسوب میشه، این کارو نکنیم. رفته بودن خالی کرده بودن دبه ها رو، دبه را آورده بودن تو فرودگاه شیراز اینا رو پایتخت شیراز اینا رو پر آب کرده بودن و داده بودن به طرف چیز نگفتن. بعد هفته بعد زنگ زده بودن چقدر شفا گرفتن، چقدر این آب شفا داد. خلاصه بابای من رو گفتن که من روم نشد بگم آب فرودگاه شیراز ما رو توالت حالا یه شفا داده که مهم شفا دادن خاصیتش شده. خلاصه ما یه چیزی داشتیم دقیقا منم با هر چیزی که مثلا البته خب یه سریار که خب چیز بودن نمیشد میگفتم که شبیه سازیه، ولی اونایی که مثلا میدونستم پرتن و اینا میگفتم ماره ولی زیاد بر ندارین این مثلا چیز بلاخره از این عیاب و زهاد زیاد شده تا رفته و اومده. کسایی توی بی فروختن این خاکو شما به اونه که دادیم چقدر بازار سیاه رو میدادم. خلاصه هیچ این خاکه اومده و گفتن آقا این خاکه ها ما همین مقدار هم داریم، ولی خب شما نمیتونین نمیدونم انقدر آب بیشتر نمیتونین بزنین،
ما اینو نمیتونیم ببریم، یعنی لیست محدودیت ها از اون چیزایی که ما میتونستیم انجام بدیم دو برابر اون بود. بعد من گفتم خب با این خاک خالی چیکار کنیم واقعا؟ مثلا یعنی یه مش خاک داده بودم به من که ما نمیدونیم تو این مثلا یه بتون در بیار دیگه، مثلا یه فرمولی در بیار. البته میگم من رشته من الان اصلی در واقع فرمول در آوردنه، میدونی یه سری مثلا ضایعات از معدن میارن به من میگن مثلا یه فرمولی برای اگه بشه برای ساخت و ساز یا هر چیز دیگه، یا برای آجر، برای کاشی، اینطوری یه فرمول در بیارم، اینطوریه بیشتر شغل من. بعد دیگه منم با همکارم که همون سوپروایزر اسبق همکار کنونی، بعد با هم نشستیم و که خب اینو چیکارش کنیم، چی داریم چی نداریم و اینا. همکار من چیزش اصلیش فیلدش پلیمره، بعد گفت که چیز چی؟ من میدونم که به نظرت اگه ما اوره داشته باشیم که بزنیم توی ساختار مثلا چه اتفاقی میفته و فلان و اینا. بعد من گفتم یا همینجور حدس زدن یا مثلا قبلا یه تحقیق همینطوری حدسی که توی مثلا چیزشون میدونن پیوندای هیدروژنی رو توی محلولا میشکنه، خب توی پلیمر مثلا تو قسمت پلیمر میدونن که اورش شکننده پیوندای هیدروژنیه. آها پس یه چیزی از قبل بوده. آره که توی چیزه. بعد ما گفتیم که خب شاید این مثلا برای بتونم جواب بده که توی بتونم یه سری پیوندو بشکنه. البته بخوام توضیح بدم اینی که دارم میگم، اینکه اوره یا ادرار انسانو زدن به این معنا نیست که مثلا یه دبه خالی کنیم اون تو مثلا که جز کنیم. مثلا آقا چند نفر باید مشغول شن که مثلا اونقدر برای ساخت و ساز کافی باشه و اینا. ببین ما یه چیزایی داریم که توی بتون بهش اضافه میکنن، بهش میگن سوپر پلاستیسایزر یا روان کننده. خب اینا یه درصد خیلی پایینی از بتون سیمان یا اون مواد واکنش دهنده رو بهش میزنیم، حدود 1% مثلا. خب بله. 1% اون سیمان ما بهش از این سوپر پلاستیسایزر میزنیم و درصد آب خیلی میاد پایین. خب این روان کننده در واقع یه جورای پیوندار رو میشکنه، این باعث میشه که بتون قشنگ کار کنه، بتونی باهاش کار کنی، سفت نباشه. خب در واقع آب مورد نیاز رو کم میکنه اون. آره چون اگه آب زیاد بزنی به بتون مقاومت آخرش میره خیلی کم میشه. خب درسته که کار کردن باهاش آسون میشه، خب تو میتونی مثلا قشنگ باهاش کار کنی، ولی از اون طرف مقاومتش هم خیلی میاد پایین. ولی وقتی که این روان کننده ها رو که بهش میزنن آب مصرفی خیلی میاد پایین، ولی از اون طرف هم باهاش میشه کار کرد. خب که این یعنی اینی که ما داشتیم میگفتیم این اوره رو بزنیم، اوره رو به عنوان سوپر پلاستیسایزر میگفتیم بزنیم، یعنی ما الان کننده فقط. آره یعنی در واقع فقط ما الان 3% اون خاک ما اوره میزنیم، یعنی که چیز بشه. بقیهش حدود مثلا 19% 18% آب میزنیم، در حالت عادی یه چیزو حدود 30-40% آب باید بزنیم، ولی مثلا ما وقتی که این 3% اوره رو که بهش میزنیم تبدیل میشه به 18-19%. ولی خب تو ذهن روی ما دارن ساخته یه از این میکسر ها داره میچرخه میگه بودو برو مشکول شد یه دونه های پاپ دستت مال ما که میگم ما تست های مختلف بگیریم، مال آدم های مختلف ببینیم کدوم بهتر مثلا کار میکنه، ها چیزه کدوم قدرتش بیشتره، مثلا مال آریایی اصلا بهتر بود اوره فاخر آریایی. آره آریایی بود مال من اصلا ساخت و ساز میگه علی جان یه ذره خیلی چیز بود. من دبه برده بودم خونه که مثلا جمع کنم اوره آریایی بیاری اصلا آریایی اصله مثلا چیز. بعد خوابم بودم میدونم نصف شب بود مثلا اینجوری نگه داشتم خوابیده بودم که مثلا پرشه، بعد یه دستم گرم شد مثلا تمام دستم داشت سرریز شد خودوی چه خبرم آریا چی کار داری؟ آریا خلاصه اصلا اینجور خودم خجالتم تونتون اصلا داشتم تمیزی رو درشو بستم و دبه رو فردا گذاشتم تو دو تا پلاستیک و یواشکی رفتم توی آفیس نه توی آزمایشگاه.
همش هم دعا میکردم دوستم نباشه که ازم بپرسه که این چیه. خب چون که خب بالاخره اگه بدونن که چیه که مثلا چندشش میشد دیگه دختر بنده خدا. بعد هیچی منتظر شدم همه رفتن و دیدم که مثلا چیز نیست. آخه ما همزمان با اوره شیمیایی کار میکردیم، اونی که مثلا از بیرون میخریدیم مثلا با اون کار میکردیم، مصنوعی مثلا ولی مرغوب نبود، ولی کیفیت کار چیز اونجور که دلمون میخواست در نمیومد. ولی همزمان از مورد آبگوش خورده نبوده، اون محتویات آبگوش توش هشم آبجو هم خورده بودم. خدای حالا دیگه نمیخواست آبجوش چونه مساسی چیزی بود، تمام سطح چیز برده بود، قالبا فلزی بودن، همه قالبا اینجوری اکسید شده بود اومده بود بالا. یعنی خودم باورم نمیشه. گفتم البته همشم گفتم این قومی ساخت و سازم بهش اونجا که نماز نداره که اینجا همه بنیاده یه خونه اصلا نجسه. یعنی یه چیزی بود تو مارمولک بود فکر کنم، اون دوتا شاگردا بودم میومدن از این میپرسیدن که حکم نماز و روزه چیه توی کره ما. گفتم من کشفش کردم، نماز نداره نمیرسه چون که اصلا ساخته اونا نجسن خداییشون جا. خلاصه این شد که دیگه ما هم تست کردیم و با این که فکر میکردیم که مثلا حالا ایده خندداری و یا اصلا چیز نمی کنه، ولی جواب داد، واقعا کار کرد، پیوندها رو شکوند و چیز شد و بتونی که ساختیم مثلا به قول من چیز مثلا با لبات بازی میکرد، اصلا یه چیز خیلی ناراحت بودم اینا رو نمیتونستم ورد بای ورد ترجمه کنم، واسه میگفتم پلی میکنه با لیپ. نمیدونستم اصلا وقتی میخواد. من یه سوال دارم، این بتونی که با لب و بازی میکرد مثلا تأثیر پذیرم بود از غذایی که اون آدمی که اوره رو تولید کرده مثلا قبلش چی خورد؟ آره میگم چی باید میخورد، چه غذاهایی بهتر بود؟ ببین ما دیگه گشتیم آخرش یه فرمول چیز پیدا کردیم، یه دونه حالت خونسا. آره در واقع که مثلا خونسا آقا یه آدم سالمی که مثلا آدم غذا میخوره شامل چی هست مثلا قرمه سبزی و گوشت و قیمه و کباب کوبیده شبش نخورده مثلا. حالا کدوم غذا بیشتر تاثیر مثبت داشت؟ نه اینطوری ما غذایی که چیز نکردیم، تست نکردیم حقیقتش که ببینیم با چه غذایی چیز باشه. میگم ما مال آریه در فقط نژادی تست، مال خودم میرفتم، مال خودم در حالتهای مختلف میرفتم تست میکردم که ببینم مثلا چیز چه پرقدرت تره امروز اون روز چه رو. خلاصه که حالا من نمیدونم اینا شو توضیح بدم. شما توضیح بدید، اینجا تنها جاییه که توضیح باید بدید. یه سوال تکنیکال، بعد اون سیمان خوش شده که حالا فرم میگرفت و دیگه کار پایانی بود، اون سطح بود توالت عمومی جاده هراس، یعنی بوش قشنگ دره اوون رو که باز میکردیم که مثلا اینا کیور شده بودن، یعنی بویی که میومد گفتم خدای بعد به همکارم میگفتم یعنی قشنگ بود مستر و تو رویی های جاده هراس هن که من هر دفعه میردم تهران رو برمیگشم که طول اتوبوس نگه میداشت مجبور بودیم بریم دستشوی، افتضاح بود، یعنی همه بیهوش میشدن انقدر که چیز بود بوش و اینا. فکر کنم هر سری هم آب بخوره باز بو میداد نه؟ حتی کلن که خب عطر رو چیزش بود ماشاءالله رو مخصوصا میپخت قشنگ چیز بود. بعد از اون همکارم اصلا چیزش هم نمیشد، میدونی چون اینا ندارن که مثلا مثل ما توی ذهنشون نیست که آقا این نجسه و نمیدونم کثیف و فلان اینا، مثلا اون بتونه که من ساخته بودم بعد قشنگ دست میگرد با لبا بازی میکرد پلیلی. خلاصه اون قشنگ بعد بومی میگفتم حالا میخوای بهش دست نزن مثلا که چیزه، بعد میگفت نه اشکالی نداره که الان خیلی هم چیزه چون پخته و کیور شده و اینا فلان اصلا آلوده نیست و بابا مثلا حالا من میگنی خارجی اصلا نجس و باکی سرش شما نمیشه. از این به بعد یه ذره لایسول هم بهش بزنید دیگه نجسی شما به این میره. اته تست بعدی مثلا برای توی سوال داشتی، یه سوال میخواستی بپرسی؟ آره حالا سوال این بود که آیا سطح اون بتونی که آماده میشه اون سطح سیمانی آیا فرقی هم میکنه توی تکسچرش یا نه اصلا هیچ ربطی به اون کار پایانی؟ چرا دیگه حباب داره زیاد مثلا که چیزش مثلا ما بهش میگیم پروسیتیش و اینا، چون خب خیلی عامل مهمیه برای مقاومت. چرا؟ چون گاز آمونیاک چیز میکرد وقتی واکنش میداد هیدروژن و اینا، گفتم پیوند هیدروژنی رو میشکست گاز هیدروژن آزاد میکرد و آمونیاک، و
بعد اینا حباب میشد اینجا میومد بالا و بعضی از اوقات آره میومد رو سند، بعد سندش مثلا یه سری بعد ما اینا رو همه رو مجبور بودیم بس توی شرایط وکیوم باشه، یعنی چون که توی کره ما چیز نداریم دیگه وکیوم ها، اینا ما محفظه وکیوم داشتیم اینا رو باید میذاشتیم اون تو که تست بگیریم، بعد اینطوری که تست تو وکیوم باشه اینا مثل نون که چیز میشه توی فر میذاری که مثلا میاد بالا پف میکنه قشنگ پف میکنه میومد بالا پره مثلا حباب و اینا. آره حباب و اینا زیاد داره وقتی که چیز میشه، ولی نه اونقدر که توی مقاومتش مثلا خوب چیزاش تأثیر بذاره. بعد یه سری عکس هم توی پیپرتون بود که این ور مثلا سه لایه داشتیم، این ور با آریای شما شده بود چهار لایه. اونا رو که گفته بودن اول نوشته بودن با مدفوع، خدایا مثلا آره همین کارو من کردم دقیقا بودم، یعنی واقعا شما تشخیص ندادین پرینت شده است. آخه اینا قراره که 3D پرینتر ببرن روی سطح ماه، بعد اونجا همین خاک رو از ماه چیز کنن با این مثلا فرمولی که هست همونجا میکس بشه و همونجا شروع کنه پرینت گرفتن، برنامه اینطوریه. بعد ما خب باید تست کنیم پرینتر رو روی زمین که ببینیم مثلا قابل پرینت کردن هست این محصولی که چیز بود. بعد اینا که تو مقاله بود این بتونای پرینت گرفته شده بود، یکی از خاصیتایی که باید بررسی بشه اینا اینه که اینا بتونن روی همدیگه وایسن لایه ها و نریزن، خیلی چیز مهمیه بهش میگن چسبندگی داشته باشه. آره بیلدابیلیتی بهش میگن خاصیتشو. بعد اینا نوشته بودن که مدفوعه، بعد عکسمون رو گذاشته بودن گفتن وای خدا یعنی اینا حتی نتونستن تفاوت چون این شکلی سیمانی مال اینا انقدر توسیه مثلا هر سوال ایجاد شده بود که مال اینا فنگش شدن تیره خوش فرم و آره مثلا اینجوری یاد ایموجی چیز افتاده بودن توی کیبورد هست. بله ایموجی قهوه‌ای برید پیپرشون رو ببینید، خیلی عکسایش میخوایم از شیر کنم ایما لینکشو میذاریم، ما لینکشو حتما میذاریم روی نه اصلا عکسو میخوایم الان شیر کنم نمیدونم بتونی یا نه. آره میتونم تونستن شکل برای کسایی که از یوتیوب میبینم میشه گذاشت، فکر کنم بعدن ادیت کنم روش بهتر باشه، این خیلی کوچیک میشه. نه من اسکرینمو شیر کنم بزرگ میاد. حالا راست شما ادامه بدید. آره خلاصه دیگه اینطوری شد که ما مقالهشو نوشتیم و بعد دیگه اتفاقا تو جورنال چیزم هست محصولات تولیدات پاک جز اونه توی اون جورنال هم چیز شد. آره بعد آره توی اون جورنال هم هست و اینا، البته که خب هنوز داریم کار میکنیم، یعنی امروز دومی مقاله شو سابمیت کردیم اتفاقا که سابمیت حالا تو باز جوابش بیاد و چیز کنه. معمولا پروسه چقدر طول میکشه مثلا از سابمیت کردن؟ بستگی به نوع ژورنالش داره، بعضی خورده طولانی هم، ولی مثلا 3 ماه ریویوش طول میکشه، بعد اگه بعد مثلا کامنت میدن و اینا مثلا ریویورها، بعدش اگه دیگه بستگی به خود داره که چقدر سریع اونا رو آماده کنی دیگه، که چقدر اون چیزایی که ازت خواستن و اینا رو بتونی انجام بدی، دوباره با سابمیت میکنی دیگه، مثلا نتیجه نهایی رو اون موقع مثلا بهت اعلام میکنن، که یا دوباره ممکنه که بگن نه ما اینجا شو بازم خوشمون نیومد، دوباره باز بفرستن مثلا ریوایز بشه اینطوریه. ولی متوسط 6 ماه اینا طول میکشه پاراشتش، که یعنی تا بفرستی و بفرستن و هی اینطوری سابمیت کنی و تغییرات رو بدی و اینا. ولی میگم امروز هم دیگه دومیه رو تست کردیم و اون بیشتر توی سعی کردیم شرایط ماه رو شبیه سازی کنیم توش روز و شب، چون که روز و شب یه روز و شب ماه معادل یه ماه روی کره زمینه. بعد و خب یه چیز خنده‌داری هم که این بود که موقع اول که میخواستم مقاله شروع کنم نوشتم واسه این پروژه، من اصلا اصطلاحات هوا فضایی و فضانوردی انگلیسی بلد نبودم، که میگم خدایا مثلا چی میدونم مثلا اون الان آپولو چندم در فلان جایی کجا رفت چه اتفاقی براش افتاد، وای خدای اصلا موزلی بود. من چقدر مقاله فقط خوندم کلمه‌های انگلیسی بلد بشم که بدونم تو این فیلد مثلا چه جوری بعد مقاله نوشت که راجع به فضا و نمیدونم سکونت آدم ها روی فضا و داستانش رو بنویسی و اول و اینا، یعنی اصلا من یه موزل اونطوری هم داشتم که کلمه بلد نبودم اصلا، یعنی
واقعا فکر نکنم یعنی چیزی باشه که خب عادی باشه، خیلی ها بلد باشن که این اصطلاحات فضایی رو که چیز باشه. ولی خب اونم بس از ببینم چند... ببخشید یه سوال، شما در آینده آیا امکانش پیش میاد که به عنوان مثلا دستن در کار رو اینا ببرنتون بالا ساختمون توی ماه اینا؟ یعنی خدا... گفتم بهش خدا فرمولمو به هیچ کی نمیدم، یا خودم مثلا یه کار تخصصی ساختم فقط با مال خودم کار کنم، ماشین خودم بردارین. از همین الان باهاش اتمام حجت کردم که من یا بعد مال خودم باشه یا هیچی. بعد اتفاقا یکی بود که فضا نورده نمیدونم یکی بود که گفتن مال ایرانه، دختر جز بود انوشانساری نه 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 یکی جدید بود کوچیکم بود که تازه عضو ناسا شد جز شده بعد داره ترین میشه واسه فرستادنش کره. آره فکرم هم خوندم. آره نمیدونم اسمش یادم رفته. بعد اون موقع بحث اون بود، بعد به همکارم گفتم به خدا قسم اگه من بذارم اون بره اول از همه من باشم اونجا کی میخواد آخه این پروژه که واسه ما باید پلتفرم رو ساخت و مثلا اونجا قراره مثلا گاراژ بسازن که مثلا تجهیزاتشون رو نگه داره و در واقع این پروژه برای اینه که یه پایگاهی تو ماه بسازن که از ماه بتونن باز برن سیاره های دیگه. اینطوریه یاسمین مقبلی میم قب لامیه مقبلی یاسمین مقبلی مقبلی برحال سوال پرسیده. نه نه ایشون همون فضا نورده هستن که دارم میرسن. آره آره میگم یه سوال یاسمین یه سوال فکرم سوال پرسیده بود سوال هم داشته باشه واقعا. آره شاید الان من بهش بگو از همین الان بگو که یا باش اتمام حجت میکنی تصویر منو بفرست. خلاصه هیچ آره دیگه من اینه گفتن که چیزه بودم به خدا اگه بذارم مگه او کجا میخواد بره فرود بیاد؟ پلتفرم میخواد که مثلا سکو نمیخوان که این میخواد بره روش فرود بیاد. خب اول باید من رو ببرن اونجا بسازم اونو که اون بیاد خانوم بیاد اینجا. شما هم باید فرود بیاید اونجا دیگه. گفتم نه بابا اول ببرید اونش. آره ما خودمون خاکی بناییم همینجوری پیاده میشیم میریم، حد و اصول نداریم که تیز باشه سکو بخوایم و با تیز بریم. خلاصه دیگه. ولی آره فانش و اینا زیاده که بعد به دانشگاه میگفتم گفتم دیگه چون که پول ماموریتامونو دانشگاه میده دیگه که اگه بخوام بریم جایی و گفتم دیگه آماده باشین امروز فرداست که بیاد لیست مخارج من برای سفر به ماه براتون بیاد لطفا پرداخت کنین. منم یه سوال داشتم میخواستم بدم چون حالا این پروژه حالت جوینت بوده بین دانشگاه شما و دانشگاهتون و این اسا گفتین اسمش نه؟ مثلا این مثلا به شما میگفتن که این حالا حالت محرمانه داره مثلا نگید اطلاعاتشو یا نه؟ نه 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 ما فقط داره چیزی که نگفتیم اون موقع همین بود که توش اوره میزدیم و اینا رو نگفتیم. آها. البته بیشترم به خاطر این بود که حالا یه جوری هم فام بود ولی خب از این طرف هم خب کسی انجام نداده بود فوت کوزگریشو نگفت. آره دقیقا اون چیز لیم آخر نگه داشته بود فوت ولی خب تو پیپر دیتیل همه دیگه بعد از اون دیگه تموم شد دیگه بعد اون تا قبل از این که دیگه تا پابلش بشه ما به کسی نگفته بودیم یعنی که مثلا چی داریم میزنیم حقیقا. اینو خیلی بد شد موقع بود که من این ژورنالیست های اومدن تو دانشگاه با هم مصاحبه کنم منم خیلی گرم شده بودم مشغول حرف زدم واسه شون از جریان این چیزه گفتم که من خودم با دبه میآوردم و اینا. بعد آقا اینا گیر دادن که وایسا با دبت ازت عکس بگیریم. حالا ما بابا ما شوخی که ما یه چیزی گفتیم مثلا چیزه ها اینا گرفتن دیگه آخرش هم من یه عکسی دارم با دبه وایسا دادم دبه یه چیزا دبه معروف. بعد همکارم گفت تو باشی که چیزی واسه ژورنالیست تعریف نکنی. و الان بعد همونو این همونایی که گفته بودم اومده بودن نوشته بودن توی صفحه خبری که با لبا بازی میکنن هم گفته بودیم. آره خلاصه که این از پروژه ما و داستان که داستانی که ما انجام دادیم. و یه چیزی که یادتون رفت بگین گفتین خاطره اینترویو رو یادتون بیاریم. آه اینترویو دکترام. آره آره, آره اینترویو دکترام. آره اونم چیز بود. آقا ما روزی که اینترویو داشتیم خب دیگه خیلی استرس هم داشتم. اولین بار بود که اصلا اسکایپ بود و
بعد قرار بود مثلا انگلیسی حرف بزنم و استرس که وای خدای نشنوم و بعد اینترنت هم داغون دیگه اون موقع مثلا اینترنت بعد اونم کتول مثلا دیگه فکر کنید داغون و مثلا یه چیز افتضاحی و خلاصه از صبحش آماده و تمرین و مامانم که دیگه از استرسش مثلا این آیفون بیرون مثلا کسی گوش زنگ نزنه در خونمون و تلفن رو بکشه و که کسی مزاحم نشه. آقا ما دقیقا گفتن اینا مثلا فلان ساعت زنگ میزنیم، من دیگه نشسته منتظر، 5 دقیقه مونده بود به این زنگ بزنم، برقای خونمون رفت. بعد اصلا بعد ببین یعنی جوری برقا رفت و من بیحال شدم، باورم نمیشد که برقا رفته. بعد انقدر تو فاز انگلیسی رفته بودم در اتاق واکن به مامانم گفتم او مای گاد، مثلا به جای اینکه زنگ بزنم میگم یا قمر بنی هاشم مثلا خودم بزنم و چیز کنم، خیلی تو جو انگلیسی بود رفته بودم او مای گاد. یعنی بعد فشارم افتاد، خب اصلا باورم نمیشد اصلا یک سال بود که تو برق نرفته بود، واقعا چرا باید همون موقع 5 دقیقه مونده بود به اینترویو من برق بره؟ بعد هیچی دیگه، یعنی دیگه جوری از حال رفتم دیگه اونجا، فقط فکر کنم خونمونو من نظر چیزی نکردم که مثلا آواره بشیم دیگه، تا فرش زیر پامون هم مثلا نظر کردم خدای برقا فقط بیاد مثلا که زندگی مثلا چیز نشه. خلاصه شده بود یعنی جوری اومد که من فقط دکمه این لپتاپو زدم اینا وصل شدن. بعد از اون طرف هم مامانم تونتون با دیگه آب قند و گلاب مثلا اون وسط بایسته بخور بخور بچه تو فشار افتاد اصلا معلوم حاله اون واسه، یعنی هیچ وقت یادم نمیاد سر موقع برقا اومد مشکلی نبود، یعنی یه دقیقه مونده بود به چیزه من زدم اینا آنلاین بودن دیگه، بعد دیگه منم نمیدونستم اون وسط بگم مثلا برقا مون رو مثلا میگه خدای کجا زندگی میکنن که برقاش هنوز میره مثلا در این دوره از مثلا در این عصر دیگه، نگفت خجالت شده فقط اینترنت های خورده اینجا ضعیف‌تره ممکنه که قطع. من یکی سوالی که برام اومده رو بپرسم؟ بفرمایید. من داشتم بالا پای میگم سوالا رو، یکیش خیلی جالب اومد به نظرم، پرسیدن که چجوری اینقدر روحیه مثبت و پویا رو حفظ میکنید شما؟ من کلا اتفاقا یه چیز از قصه های اصلیم همین بود که من تو ایرانم هم همین بودم، ولی همیشه به عنوان مثلا تو جامعه به من میگفتن وای این خیلی هرهری کرکریه، این همچین اصلا دختره مثلا خوبی نیست فلان اینا، و در حالی که دقیقاً اینجا به عنوان یه خصوصیت مثبت من نام برده میشه که وای این خیلی دختر بشاشیه، خیلی اجتماعیه، خیلی مثلا ویلکام بهتون نمیدونم حتما و فلچیز نه خیلی کمک میکنه اینطوری. مثلا چیزی که واقعا قصه میخورم همینه که من خب من همین آدم بودم مثلا صرفا که چرا اونجا باید به من اینا رو میگفتن که این آ این بابا این همچینه اصلا معلوم نیست، دیدی تا میاد شروع میکنه خندیدن معلوم نیست این اصلا چه چیز داره و فلان و اینا. بعد کلا اصلا خصوصیت من بود یه خورده ای که چیز باشه، و اینجا که اومدم خب میگم شاید جب اینجا که واقعا اینو یکی از خصوصیت مثبتت میدونن باید شد که خودم باشم، یعنی این که بگم بخندم فلان و اینا، به خاطر همین احساس میکنم بیشتر جامعه اینجا بود که به من اجازه داد که واقعا خودم باشم که کسی برداشت بد نکنه از من، میدونی قشنگ بدونن که آدم خوبی مثلا چیز نیست، دلیل نداره وقتی میخنده دلیل برای این نیست که آقا این مثلا نه یه چیزیش هست، یه چیزی که اتفاقا متاسفانه کلا جنشو داشتید. آره کلا مستعد بودم ولی نمیدونم که چرا توی اونجا برداشت بد میشد ولی اینجا برداشت چون خیلی گفتن که به شما افتخار میکنن و شما افتخار ایرانی دو و اینکه خیلی پر انرژی هستید و عاشقتونن و دوستتون دارن اینا، به خاطر همین اخلاق خوبی که توی ایران خیلی استقبال نمی‌شده. اشکال ندارم چیزی بگم خانم. بفهم. هفته پیش که ما یه خیلی کوچیک باهاشون صحبت کردیم، ما معمولا با کسایی که می‌خوایم مصاحبه کنیم یه کوچولو صحبت می‌کنیم به عنوان اینکه یخو بشکنیم، حالا همدیگر یه ذره بهتر بشناسیم و اینا. من خودم یه ذره استرس داشتم به خاطری که خب معمولا وقتی که با آدم‌های فرهیخته و کسایی که حالا استاد دانشگاه هستن و حالا آره فاخر رو اینا صحبت میکنی، خب معمولا یه سبک دیگه ای از گفتگوه، یعنی خب اونا آدم هایی هستن که اکثر زندگیشون توی علم و دانش و اینجور چیزا بوده، باید ما توی خودکست دیدین دیگه خیلی خودمونی داریم صحبت میکنیم معمولا، و من یه ذره میترسیدم که خب نکنه که مثلا یه جوری جو خودکست به اون مثلا کانورسیشن نخوره، به اون صحبت نخوره، که بعد موقعی که مثلا ما شاید
سه دقیقه اول که با شما صحبت کردیم انقدر گرم بودین که اصلا من خوشحال که خدا رو شکر مثلا اینطوری نیستم و خودم رو عوض کنم. یعنی جوری شد که دیشب خواب دیدین به جاش مثلا. آره. خب خدا رو شکر که من مثلا دیگه نیاز نداره مثلا ما اون شیوه گفتمانمون رو عوض کنیم و ایشون با اینکه این همه حالا به قول کارو افتخار مثلا ایرانی ها هستن خیلی با ما خودمونی صحبت میکنن و نیازی نداره مثلا خودمون رو عوض بکنیم. آره ما عادت هم داریم معمولا با کسی صحبت میکنیم اول معرفی میکنیم که مثلا کی هستن چی کار میکنن اینا، ولی من دیدم اصلا نیازی به این کار نیست، شما هم که خودتون برام تعریف کنید تا اونها خیلی دلنشین تره که ما بیایم حالا مثلا رسمی معرفی کنیم شما را. ولی حالا امیدوارم همینطوری شده باشه. آره نه نه ما که هیچ جا ما اشاره نکنیم، شما الان استاد دانشگاه هستی تو نروژ یا میخواهید چون آره چند تا سوالم بود هم... ازش. آره من الان که چیزم دیگه به عنوان اسوشیت پروفسور کار میکنم توی دانشگاه، یعنی بعد از اون که میگم دکترا رو گرفتم دیگه همین پروژه ماه که پیش اومد دیگه شد یه جورایی پستاک، بعد دیگه بعد از اونم که دیگه واسه همین مستری که گفتم الان میخوام دانشجو بگیرن و اینا پوزیشن چیز کم داشتن دیگه، اونجا بعد از اون دیگه استخدام شدم و دیگه فعلا موندگار شدم، یعنی تنها از همون اول اومدم دقیقاً اومدم اینجا و دیگه اسیر شدم تو این شهر. حق آبش گیرا بود به قول ما، اسیرم کرد. یه سری ادرار کلن اصلا روند رو عوض کرد. الان دیدین داشت میگم بحث رو داشت عوض میشد، داشت به سمت شطوره میرفت، ناراحت شده بودم که دست زیاد شده برگشت. این شطوره دیدن گیرا نیست زیاد و سری برگشت. آره سری چیز شما خدا رو شکر نگران شده بودم. خیلی ها پرسته بودن تو توییتر که طرز تهیه شراب آلبالو با استفاده از عرق و میوه آلبالو رو ازشون بخواین کامل توضیح. مامانم اگه این خدمت هاشو گوش بده دیگه بچه فرستادم بره خارج درس بخونه. آه ماجر از اینجا شروع شد که واسه آخر دکترا که دفاع میکنی و اینا، بعدش میری همه با هم با داورا و اینا شام بیرون و مثلا جشن میگیری. بعد مال منم خب من همزمان دو تا دانشگاه درس میخوندم، هم دانشگاه اینجا بود و هم اسپانیا، یعنی یه جوری مثلا طرح چیز مشترک بود بین اینا. آقا اونام که دیدی دیگه، اسپانیایی هم که دیگه بند و بساط و کلن شاد و بگو و بخند و اینا. بعد این سوپروایزرم گفت که من آلبالو دارم تو حیاتم، بیا یه چیز درست کنیم که ببریم اونجا و بعد دفاع تو مثلا بخوریم. بعد آقا فرداش اومد تو دانشگاه تو آفیس مثلا یه مشت آلبالو مثلا یه با یه دست مثلا شکر آورده و یه دست ودکا مثلا قل 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 ریخت توی بعد دیدم اول ظرف و پر آلبالو کرد، بعد روشم بعد دوباره اون فضای خالی رو شکر ریخت، بعد آخرش هم قل 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 ودکا. بعد خدا بایا توبه اینا الان آخر ما میباید نس کنیم که موفق هم دفاع مثلا با موفقیت انجام میشه، اینا حرامی چون چی مثلا مثلا این پروژه برکتش رفت. خدایا ببخشید بیم پایه این پروژه با حرومی زده شده بود اگه بخواییم. خدایا یعنی تو که میدونی من اهلش نبودم، خودش منو به این کفار به این روز انداختن. خلاصه آقا اینو ما برداشتیم چسب زده و خلاصه حسابی بسته‌بندیش کردیم، برداشتیم شوردیمش اسپانیا و همه دیگه خوردن و بجز مامانم دیگه طبق معمول. بعد چیز بود خیلی خوشمون اومد از این. بعد دیگه من پارسا خودم گفتم بیا اینو درست کنم. آخه ما از اینایی که میگن که مثلا چه میدونم سرکه ترشی نریزین اومد نداره و نمیدونم چی چی براتون نمیدونم فلان و اینا از اینا. بعد خلاصه بودم دیگه اون موقع که الحمدلله تو تیر طایفه ما حروم ایجاد نبوده، مثلا اینا دیگه چیز نکردن که بگن اینم به ما نیومده، این دیگه اومده احتمالاً. خلاصه اونو گرفتم چیز کردم و بعد جاشم عسل زدم که مثلا سالمتر باشه و به چیزشم جنبه سلامتیشم دقت کردم که عسل زدم و خیلی خوب شد اتفاقا. بعد البته بچه ها خیلی کامنت دادن گفتن توش دارچین و یه سری سریای بهم اشاره چیزای دیگه هم بزنین، دارچین و این چیزای عطر و بودار انگار تمام ازش. خدایا چقدر باید بمونه این مجموعه؟ هرچی بیشتر بهتر، ولی سه ماه جا بیفته. خیلی کلی
مثل شراب شیرازه، ولی 3 ماه بذاری حداقل بمونه، ولی واقعا خوب میشه. بعد اون آلبالوه، این شکره تخمیر شده، تخمیر شده، بعد این درصد الکل رفته بالا. اصلا هیچ خدایا من برای تحصیل اومده بودم برای کار علمی اومده بودیم به هر روی فریخته این مملکت هم نبود همچی چیزایی را از ما بپرسه. ولی این خیلی فرمول خوبیه. هو این هم بعد آلبالوهاش هم خیلی خوشمزه است. بعد اون دیازن چیزه آلبالوهاش همین دیگه خلاصه درم ما افتاد داریم اتفاقا در دارم بیارم از اینجا مجازی. شما سوالای عجیبی که خودتون از توی توییتر ازتون میپرسن چجوری بوده؟ رابطتون با حالا افرادی که توی توییتر و اینستاگرام هستن چجوری؟ رابطه خوبی داری؟ چون دیدم هر از گاهی مثلا یه تیکه های ریزی میندازید به بعضی. آره دقیقا از اونم که چیز میکنم، سعی میکنم اون موقع هیچ چیز نمیکنم، آبروی خودم نمیارم، ولی بعدش میام تحلیلش میکنم، ولی به شیوه خنده دار. خب یعنی یه جوری میشه که آخرش مثلا همشون میخندن و تموم میشه به... ولی کلن خوبه دیگه. من با کلن زید مشکلی ندارم، تا با کسی با من کاری نداشته باشه من با کسی اصلا کاری نداشته، ولی کار داشته باشه کار دارم. آره بیا پیامو جان بیا کار دارم باید نترس. شما حضورتون توی توییتر از کی یهو مثلا ترکید و خیلی آقا اصلا من ماجرای توییتر اومدم اگه اکانتی داشتم اون موقع از 2013، یعنی اینکه مثلا استفادهش هم نمی کردم، نمیدونم چرا ساختم. آها اون موقع همزم بعد من تو گوگل پلاس اون موقع بود، بعد در نقش خواننده بودم، فقط میرفتم میخوندم مثلا دیزو اینا و مثلا دیزای مردم. بعد که گوگل پلاس بسته شد دیگه جایی نداشتم که بخونم، بعد دیدم که اینا خود گوگل پلاسی با هم دارن صحبت میکنن که آقا ما بریم توییتر مثلا بنویسیم و اونجا. بعد همونجا گفتم خب پس اینا دارن میرن توییتر، برم اونجا پس بخونمش. منم مثلا اینجوری تیک 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 پاشدم رفتم توییتر که فقط اونا رو بخونم دوباره. بعد یهو دیدم که حرف، البته من زیاد مینوشتم، خیلی مینوشتم، حتی چیزم داشتم، بلاگ هم داشتم و اینطوری مینوشتم زیاد، ولی بستگی به مود داشت دیگه، مثلا اینا احساساتی میشد و اینا مثلا چیز احساساتی مینوشتم، ولی زیاد مینوشتم من خودم توی بعد توی اینستاگرام خیلی مینوشتم، ولی چون اینستاگرام مشکل این داشت که عکس الان هی باید عکس بذاری براش و واقعا عکس ندارم، مثلا نمیدونم چی بذارم، مثلا پلو خورش تو اینا که نمیشه عکس مثلا هی یه دست گل و نمیدونم پلو خورش تو فلان و غروب خورشید دیگه چقدر بذارم، مثلا هیچ عکس دیگه ندارم مثلا بولم کنی عکس ندارم من بذارم، مثلا واقعا میتونم بنویسم خاطر همین دیگه توییتر چیزی چون که میشه نوشت خاطر همین. ولی من نمیدونم دیگه خیلی هوادار دارین، یعنی سنت شکنی کردین به عنوان یه آدم مثلا تحصیل کرده یا استاد دانشگاه. آره نمی چرا من خیلی عجیبه، چرا واقعا واسه منی که حالا یه مدت حالا قبل از این داستان رو دنبالتون میکردم خب خیلی جالب بود دیگه، چون اصولا همچین افرادی که توی مثلا بعد شما خیلی اصولا خودشون رو میگیرن و یه واسه برای دوباره فالو بک ها داره اینا رو توییت میکنی یا نه اینو به من چیکار میکنم؟ توییت کافی میکنی یا نه؟ کافی و بافی من هفته یه بار اوه با فعال باشین دیگه چی؟ آره خلاصه این یه گزینه ای بود که خیلی من خودم شخصا خیلی باش حال کردم، گفتم مثلا حتی مثلا بایویی هم که نوشتید واسه پروفایل توییترتون خیلی جالب و گیراه، یعنی هر کسی هم که مثلا کاری نداشته باشه چی نوشتم؟ یه تیکش من میگم، نوشتن خار مادر بتون فرازمینی. خب شما اینو ببینی نمیخوای فالو کنی؟ خب من خیلی اصلا اون موقع همیشه میگفتم من قرار مادر بتون ایران بشم، همیشه میگفتن که اون چیزه پدره، بعد دیگه گفت آره پدر بتون ایران، گفتم من هر جوری شده باید مادر بتون ایران بشم، بعد دیگه دیدم خارش هم شد دیگه اینطوری و با این که فرازمینی دیگه دیگه مادر رو رد کردم دیگه. وقتی که اون قسمت کر ماهیه شد دیگه خیلی فراتر رفت و به خاطر اتفاقا یکی دو مرتبه بخوام فکرم شاد مثلا منم میگم فریخته بزنم مثلا پاک کنم بزنم اسوشیت پروفسور نمیدونم تیتل ریسرچر در نمیدونم چیزی،
بعد با خدا خوب این چیزایی که تو اون تو من می نویسم، مثلا این مرد امروز پنجره رو عوض کرد، خدا افتاد رو پام مثلا فلان اینا، با اون چیزایی که با بیو من نمی خونه، خلاصه که اصلا چیزش کردم دیگه، همونو گذاشتم بمونه. خیلی هم اصرار دارید بگید که دانشجو نیستید، یعنی حتی توی اون بایو دیدی شما هم پرسیدین از من که دانشجوی سال چندمی. آخه نمیدونم، شاید هم به خاطر اینه که واقعا اونجا به قول شما نمیدونم، شاید کسی که درسش تموم شده حالا کار آکادمیک میکنه و اینا نمیاد، واسه همین توقع ندارن که غیر دانشجو و چیز باشه، فکر میکنن دانشجو هم. شاید اون موقع که هنوز دیدم و زیاد از دانشگاهی نوشتن که آقا امروز اینجوری شد و امروز تو دانشگاه اونطوری شد، و فکر میکردن که مثلا دانشجو میگفتن یورو اگه یک چیز باشه مثلا در کار در حال چیز دیگه فرهیخته بازی این کار رو نمیاد بکنه بنویسه و همچی چیزایی، به خاطر این نمیدونم. ولی البته یه عاملش هم واقعا دارم میگم اینجا بود که خیلی رابطه استاد و دانشجو و اصلا کلن همه با هم نزدیکه، اصلا متفاوته. اصلا اینجا تو نروژ اصلا کسی خب مثلا میگی تو استاد دانشگاهی، خب مثلا خب چیکار کنم مثلا استاد دوستش خب بخونی دیگه به من چه، مثلا اینجوری قشنگ مثلا بهزده نگاه میکنن که آره دیگه خب کار خب چیکار کنم، تازه یه نگاه اسکلی هم میکنن که چقدر درس خونده، بابا میرفتی تو تر پول در میآوردی مثلا چیکاره چی مثلا. ولی نمیدونم به خاطر همینه که وقتی که مثلا من دکتر رو گرفتم احساس کردم که وای مثلا من الان دیگه مثلا خیلی میرم، فکر کنم بخاطر بیشتر جامعه اینجام بوده که واقعا آدم ها رو بر اساس کارشون چیز قضاوت نمی کنن، یا اصلا برشون رو خانم دکتر صدا نمی کردن دکتر؟ نمی گفته آره. بابا حالا شما اولین بار بود به من گفتی دکتر تا قبل از این اصلا خیلی خیلی ممنون، اصلا خیلی خوشحال شدم. بعد یه چند وقت پیش هم یه عکس گرفته بودید با سفینه فضایی، اون چطوری بود اصلا؟ نه چطور بردنتون؟ از یه آژانس فضایی اتحاد اروپا خاک رو برده بودم اصلاش با دبه مرفتم پر کنم، آپولو نشسته بود کتان پاشو بیا بار اومده دبه بردید خاک رو بردید مبادله کالا کالو به کالو اونجا دیگه ماه که چیز نداره که پول ندارن رایج نیست، به خاطر همین کالا به کالاست. و اونجا هم چیز بود، باید میرفتم برای اونا پرزنت میکردم واسه پیشرفت کار رو بعد از اینکه مقاله در اومد و اینا، با همیشه آنلاین چیز داشتیم، میتینگ داشتیم هفته یه بار، بعد دیگه قرار شد ما بریم برای همشون پرزنت کنیم برای اون دپارتمان که اونا اونجا کار میکنن. بعد همین دیگه این شد که ما رفتیم و واقعا خیلی هم تجربه هیجان انگیز و واقعا خودم هم باورم نمیشد بود، خیلی خیلی خوب بود اونی که چیز بود، رفتنمون به اساتو هلند بود. خیلی هم عالی. چیزی بچه ها شما مونده که از قلم افتاده باشه که بخوایم از خانم پیله بر بپرسیم، یا اینکه که گفتم دیگه جالن احساس نه من دیگه واقعا لذت بردم، هیچ وقت انقدر خوش نگذشته بود راجع به موضوع. آره واقعا تو پادکست کم پیش میاد انقدر خوش بگذره، برای همین ما واقعا ممنونیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. یه دو سه ساعتی فکر کنم شما از وقتتون زدین، میدونم اونجا ساعت 10 شب دیگه فکر کنم. آره الان 10 و 10 دقیقه است. 10 و 10 دقیقه شب. چقدر حرکتیه، چرا الان دو ساعت و نیم شد؟ ببخشید اگه سرتون رو درد آورد، هر کیم گوش میده ببخشید دیگه. ما که لذت بردیم. شما میخواین اسم بیشتر توی توییتر فعال هستین دیگه، اون اکانت اون هندل توییترتون رو میخواین بگین که هر کسی حالا از شنونده ها شیمپیل چجوری اسم میکنین؟ شیمپیل دیگه اول اسمم و اول فرمم اصلا بزنین SH میاد. آره من خودم یعنی در این خودم هم خبر ندارم. ما به همه پیشنهاد میکنیم که برن توییترشون رو ببینن، خیلی توییتر جذاب و به قول معروف طنزی دارن. قسم به یک سفینه فضایی گفته بودن تهش آفتاب دیده این به درد نمیخوره سفینه فضایی، یه جایی کفشون جوابی داده بودم به یه شخص. خب شما اینو کی دیدین؟ خدای من خودم اصلا اینجور میگم
نگو دور نذاشتش، این کفش افتاد خورد، یه چیزی گذاشت گفت این مدلیه این خوبه، گفتم نه این فایده نداره، کفش افتاد خورد. تو من به هر پیشنهاد میکنم که من که توییتر رو اصلا توش نیستم، یعنی اصلا توییتر رو بلد نیستم، چندین بارم گفتم این اکانت جزء اکانتایی که مثلا میره آدم میخونه و لذت میبره. خلاصه ما به همه پیشنهاد میکنیم که اکانتشون رو ببینن، فالوشون بکنن و خانم شیما جزء افتخارات ملی ما محسوب میشن. لطف دارین شما. ما بازم خیلی ممنون ازتون. ما بیشتر از این مزاحم شما دیگه وقتتون نمیشیم و این اپیزودم ببندم دیگه بچه. آره خیلی هم عالی. پس میریم که ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، اینستاگرام، یوتیوب که تصویری پخش میشه، و اگر هم میخواییم با مرتبط مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم. خدافظ. 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 خدافظ.